درود به همه شما ورزش توبی های عزیز و با معرفت. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنم میخوام اینو بگم که اگه به خبرهای غیر ورزشی دست اول و بدون سانسور با تحلیل های متفاوت علاقمند هستید و میخواید در کنار ما برای آزادی مبارزه کنید، لطفاً یه سری به کانال دوم ما یعنی برانداز هم بزنید. خب بریم سراغ خبرها. توی بخش منهای ورزش این ویدیو یک کلیپ کوتاه تماشا کنید از آخرین سوتی از سری سوتی های پروفسور رئیسی که بدجوری باعث عصبانیت آخوندهای قومی شده. استان مرکزی که مهد پرورش انسانهای فریخته و بزرگانی که در رأسشون باید نام امام بزرگوارمون رو ببریم و اساتید بزرگی مثل مرحوم آیت الله عراقی، آیت الله حائری عراقی و همه بزرگانی که در این رئیس جمهور آخوند جمهوری اسلامی که خودش مدرسه رو ول کرده و رفته حوزه درس بخونه هنوز نمیدونه که اون کسی که حوزه جهلیه قم رو افتتاح کرد آیت الله حائری یزدی بود، نه حائری عراقی. ظاهراً علم الهدا هم خیلی از دست رئیسی عصبانی شده و به جمیله گفته تکلیف شب ابراهیم این باشه که 100 بار بنویسه حائری یزدی درسته نه حائری عراقی. ابراهیم هم گفته من تکالیف مدرسه‌م رو تا کلاس ششم هنوز ننوشتم، شما برام تکالیف جدید تجویز میکنید. ولی از حق نگذریم، بالاخره گشت ارشاد مدیرانی که رئیسی وعده داده بود یه مدیر دونه درشت رو شکار کرد. حسین میرزایی رئیس هیئت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه سپاهان با انتشار این نامه از دستمزد نجومی محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان رونمایی کرد. همینطور که توی نامه دیده میشه ساکت ماهانه 92 میلیون تومان ناقابل از فولاد مبارکه حقوق دریافت کنه که میشه حدود سالی 1.1 میلیارد. به آخر نامه اگه دقت کنید نوشته تازه اینا که چیزی نیست، به این 1.1 میلیارد اینا رو هم اضافه کنید. حق و جلسه چندین هیئت مدیره، پاداش چندین شرکت، پاداش ها با عناوین مختلف، هدایای مختلف از جمله تلفن همراه، رایانه همراه 5 میلیونی، کارت هدیه، کارت ورزش 30 میلیون تومانی و یه عالمه چیز دیگه. رئیسی توی یکی از مناظره های انتخاباتیش گفت که چرا باید گشت ارشاد بیاد و علکی مردم گیر بده؟ من گشت ارشاد مخصوص مدیران راه اندازی میکنم تا مدیران فاسد دستگیر بشن تا مردم در امنیت زندگی کنن. گفته میشه گشتای ارشاد مخصوص مدیرانی که رئیسی هنوز راه اندازی نکرده محمد رضا ساکت رو دستگیر کردن و الان ساکت داره از شیشه ون گشت ارشاد به دخترای با حجاب نگاه میکنه و به کارهای اشتباهش فکر میکنه. با دیدن این خبر تصور کنین همین مدیرا چقدر از قراردادهای میلیاردی بازیکنهای خارجی به جیب میزنن و به مردم فوتبال دوست اصفهان خیانت میکنن. مانوئل فرناندز هافک سابق اورتون و والنسیا امروز به سپاهان پیوست. توی کریر این بازیکن که نگاه کنیم کلی افتخارات دیده میشه. بازیکنی که با پیراهن تیم ملی پرتغال هم 15 بار میدون رفته و 3 تا گل هم زده که یکیش روی پاس گل رونالدو بوده. توی ویدیوی قبلیم یه خبر از اراجیف یامینپور در مورد شورت دخترای ایرانی منتشر کردم و به شدت بهش انتقاد کردم. اون وقت یه عده سایبری اومدن توی کامنت ها و چیز دیگه‌ای برای مالکشی پیدا نکردن، میگن این موضوع چه ربطی به ورزش داره که تو دربارش حرف میزنی؟ حالا کاری به این که یامینپور معاون وزیر ورزش و کاملا موضوع به جامعه ورزش مربوط میشه ندارم، ولی میخوام سطح مالکشی اینا رو بهتون بگم. بهشون گفتم فقط ماله بکشید، کجا و چگونهشو براشون شرح ندادن. حالا اگه به مالکش دون این افراد بر نمیخوره بگم که سعید شریعتی بدجوری از خجالت یامینپور در اومد و به نوعی شورتشو کشید روی سرش. شریعتی نوشت این پسره یامینپور فانتزی های روانیشو بیان میکنه. آخر روانی در مورد زنان شریف ایران چه فکری کردی؟ خجالت نمیکشی محتویات ذهن بیمارتو توف میکنی؟ در کدام کشور سوریه، لبنان، امارات، عراق، ترکیه که اسلامیان و توی کدوم کشور غیر اسلامی دیدی که زنان چنان کنن که تو تخیل میکنی؟ واقعا حتی فکرش هم نمیکردم که یه نفر فانتزیاش تا این اندازه تخیلی باشه. واقعا باید یه آفرین به همسر روانپریش و مریض جنسی گفت که میتونه از عهده فانتزی های این روانی بر بیاد. باور کنید حتی تصورش هم برام سخت. جان سینا قهرمان محبوب رشته کشتی‌کج جهان که آخرش هم نفهمیدیم مسابقاتشون چقدر نمایشیه و چقدر واقعی، با یه دختر ایرانی به نام شهرزاد شریعت‌زاده ازدواج کرد. شهرزاد دختره تاجر ایرانیه و چند سالی میشه که با جان سینا رابطه داره. پستی که این قهرمان کشتی‌کج توی اینستاگرامش منتشر کرده هم در نوع خودش خیلی جالبه.
جان سینا برای اعلام خبر ازدواجش با شهرزاد از عکسی از کارتون تام و جری استفاده کرد که با استقبال فوق‌العاده زیاد طرفداراش هم روبرو شد. عکسی که مشاهده می‌کنید بنر عجیبیه که شهرداری تهران مثلا برای ایجاد برادری و یک دلی بین فوتبالیست‌های تیم ملی منتشر کرده. جالب اینجاست که سردار آزمون رو توی لباس استقلال گذاشتن که امیر حسین صادقی با انتشار یه پست نوشت سردار آزمون با یه قرارداد 2 ساله توسط شهرداری تهران به استقلال پیوست. جالب تر اینجاست که اصلا آزمون و طارمی با هم مشکلی ندارن و هر روز دارن برای همدیگه توی فضای مجازی نوشابه باز میکنن. فکر کنم بهتر بود به جای طارمی عکس جهانبخش رو میذاشتن. خبر کرونا گرفتن اسکوچیچ هم که رسما توسط فدراسیون فوتبال تکذیب شد و اون کسانی که امیدوار بودن با مردن اسکوچیچ توسط ویروس کرونا بالاخره کارلوس کیروش رو دوباره روی نیمکت تیم ملی ببینن، این بار هم توسط شیر قران نیمکت تیم ملی ناامید شدن. همین دیشب بود که اسکوچیچ توی یه ارتباط تصویری با صدا و سیما شروع به زدن حرفای مثبت 18 کرد. اسکوچیچ مدعی شد که یه اژدهای درون داره که تا به حال به هیچ کدوم از بازیکن‌های تیم ملی نشونش نداد. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمون بالاخره از باشگاه بنفیکا جدا شد و به پالما پیوست. بعد از این انتقال همونطور که انتظار میرفت کار برای ایرانی فضای مجازی به صفحه این باشگاه هجوم بردن. باشگاه پالما در واکنش به افزایش چشمگیر کاربرانش توی شبکه‌های اجتماعی نوشت باید اعلان صفحات مجازی خودمون رو خاموش کنیم تا بتونیم یه شب بخوابیم. از حسین طیبی تقاضا داریم مدیریت شبکه‌های اجتماعی ما رو هم بر عهده بگیره. مرد شماره 1 شطرنج جهان به خاطر فیروز جان نابغه ایرانی شطرنج حاضر به مسابقه دادن با شطرنج باز روس نشد. مگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان و فوق ستاره نروژی شطرنج اعلام کرد که توی مسابقات قهرمانی جهان حاضر نمیشه. این صحبت ها در حالی مطرح شد که پیش از این کارلسن گفته بود تنها در صورتی در مسابقات قهرمانی جهان بازی میکنه که حریفش علیرضا فیروزجا باشه. حالا با عدم شرکت فیروزجا توی این مسابقات قهرمان نروژی هم از حضور در این مسابقات انصراف داد. لحظاتی پیش استقلال توی یه بازی دوستانه موفق شد تیم تحت هدایت آندرا پیرلو توی ترکیه را شکست بده. جالب اینجاست که هر دو گل استقلال رو توی این بازی امیرعلی صادقی به ثمر رسوند. تا این لحظه بازی کوین یامگا و صادقی خیلی ساپینتو رو تحت تاثیر قرار داده و احتمالاً این دو نفر مهره‌های اصلی مدافع عنوان قهرمانی در فصل بعد باشن. تراکتور هم توی یه بازی دوستانه حریف قنایی خودش رو با 6 گل در هم کوبید. قنبری 2 گل، واسعی، سجاد دانایی، مهدی هاشم نژاد و صفادی هافبک عراقی جدید این تیم گلزنای تراکتور بودن. استیون جرارد هم بالاخره ترمز تیم سرحال تنهاخ رو کشید. منچستر یونایتد و استون ویلا توی یه بازی دوستانه به تساوی 2-2 رسیدن. نکته جالب این بازی این بود که علیرضا فغانی داور بین‌المللی کشورمون وظیفه قضاوت این بازی رو بر عهده داشت. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از اون رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش نوجهان قرار بدم.